دانشگاه‌های آمریکا شنیدم حدود 200 دانشگاه در آمریکا الان دستخوش همین حرکت دانشجوهاست. این چیز خیلی مهمیه. کاری که اونا می‌خواستن در ایران انجام بدن برای خودشون پیش آمده. صمیمی و راحت پای صحبت‌های ورزشکارا نشست. اومدیم بگیم خسته نباشید، خدا قوت، ما هم در خدمتتونیم. خودتون همچنان ورزش ادامه خواهید داد آقا؟ والا اگه بذارن حتما این کارو می‌کنیم، ولی فعلا گرفتار جلسات و دید و بازدیدا شدیم. ادارات رو تعطیل بکنن. بالاخره مصرف وقت کم میشه. همش با ادارات دولتی بگاه کن. خیلیاشون بی رویه کولرهای گازیشون رو چک کنن، مخصوصا بانک‌هایی که مثلا بانک خودمون 3 تا کولر گازی 32000 داره همیشه روشنه. این چند روز که گرما رو بگذرونیم بهتره که تعطیل بشه. خبر رسیده کمیسیون فرهنگی در 12 دوره مجلس شورای اسلامی همچنان به حد نصاب نرسیده و این نموداری است که بررسی کرده هواخواهان کمیسیون فرهنگی در هر دوره مجلس چگونه یک روند نزولی داشتند. قرار کمیسیون فرهنگی که مهمترین جای تصمیم سازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ است توسط کسانی اداره بشه که بعضیشون اصلا رغبتی به کمیسیون فرهنگی نداشتن، این خیلی خبر بدیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، به خبر 23 خوش اومدید. جریان جهانی حمایت از فلسطین ناشی از روح انقلاب اسلامی. رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان تهران که در تاریخ 26 اردیبهشت برگزار شده بود، از جمله برکات مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس را انتقال پیام ایستادگی و مقاومت در داخل و همچنین به خارج از مرزها دانستند و گفتند. بسیاری از صاحب نظران به صراحت اعلام می کنند حرکت هایی که این روزها در دنیا به نفع فلسطین انجام می گیرد ناشی از روح انقلاب اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حرکت دانشگاهیان آمریکا در حمایت از مردم فلسطین آن را یک نمونه از برکات حرکت ملت ایران و نفس گرم امام بزرگوار که یک پدیده بی‌نظیر در تاریخ معاصر است دانستند و خاطر نشان کردند. شنیدم حدود 200 دانشگاه در آمریکا الان دستخوش همین حرکت دانشجوهاست. این چیز خیلی مهمیه. کاری که اونا می‌خواستن در ایران انجام بدن برای خودشون پیش آمده. دانشجو حرکت کنه، کاری بکنه که مجبور بشه دولت آمریکا و پلیس آمریکا همه حرفای خودشو، شعارهای خودش رو زیر پا بذاره، جلوی چشم مردم، جلوی چشم دوربین ها و وسایل ارتباط جمعی امروز دنیا بیاد لگد کوب کنه، لگد مال کنه جوان دانشجو رو، اون رو دستبند بزنه استاد رو، دانشجو رو و اینا. این کاری که اینا کردن اینقدر بزرگه که اینا مجبور شدن رو دروازی رو بذارن کنار و وارد میدان بشن و شدن آبروی خودشون در دنیا رفت، حرفاشون نقض شد. اینا خیلی حوادث مهمی است. رهبر انقلاب روحیه و انگیزه جوانان کشور در سالهای اخیر برای حضور در میدانهای مقابله با داعش و یا رژیم صهیونیستی را هم ناشی از همان روحیه دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند در حوادث و فتنه‌های سالهای گذشته از جمله فتنه 88 در تهران هم جوانانی که نه امام و نه دوران دفاع مقدس را دیده بودند با انگیزه و روحیه آن دوران وارد میدان شدند و طراحی دشمن به منظور ایجاد مشکل برای کشور و مردم را خونسا کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تجلیل از نقشه یگان‌ها و جوانان استان تهران در دوران دفاع مقدس به ویژه لشکر حضرت سیدالشهدا افزودند نقش آفرینی جوانان تهران با همان روحیه همچنان نیز ادامه دارد و در قضایای سال 1401 جوانانی از تهران و اطراف تهران نام خود را ماندگار کردند. کنگره 12000 شهید استان تهران از عصر امروز با استقبال مردم در حرم امام خمینی آغاز شد.
پرچم آمریکا در آتش. مردم معترض در آمریکا پرچم این کشور و آدمک نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو مقابل ساختمان کنگره آمریکا به آتش کشیدند. این بقایای یک پرچم آمریکاست که اینجا آتش زدن و اونجا هم میتونید بقایای یک پرچم دیگه آمریکا رو ببینید که مردم سوزوندنش. این تنها بخشی از واکنش اعتراضی هزاران آمریکایی به سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا است. اهتزاز پرچم فلسطین و پایین کشیدن پرچم آمریکا در مقابل کنگره یا نوشتن جمله حماس آماده است روی مجسمه کریستوف کلمب بخشی از اعتراضهای مردم به جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین و سفر نخست وزیر صهیونیست ها به آمریکا بود. این که نتانیاهو رو به عنوان عامل یک نسل‌کشی وحشتناک به کنگره دعوت می‌کنن غیر قابل بخشش و فراموش نشدنیه. پلیس آمریکا علاوه بر بازداشت ده‌ها معترض با خشونت به اونها حمله کرد. پلیس به سمت ما اسپری فلفل و گاز اشک‌آور زد، اما این کار پاسخ خنده‌داری است به خواسته ما مبنی بر پایان دادن به نسل‌کشی در غزه. اینکه یک جنایتکار بزرگ جنگی برخلاف میل مردم آمریکا در کنگره آمریکا سخنرانی می‌کند، باعث خشم و ناراحتی ماست. در هتل محل اقامت نتانیاهو هم عده‌ای از فعالان ضد جنگ با رها کردن سوز، کرم و برخی حشرات دیگه اعتراضشون رو نشون دادن. این حشرات تا میز سالن کنفرانس هم نفوذ کردند. عبارت بدترین نطق یک مقام خارجی در کنگره آمریکا هم توصیف نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره این کشور بود. همزمان با این سخنرانی 128 نماینده این کنگره حاضر نشدند شنونده صحبت‌های نتانیاهو باشند. کامالا هریس معاون اول رئیس جمهور آمریکا و جایگزین احتمالی بایدن هم از غایبان این جلسه بود. رئیس جمهور منتخب در پیامی ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران در المپیک پاریس خطاب به اعضای این کاروان گفت یک ملت کنار شماست. آقای پزشکیان امروز همچنین با حضور در محل تمرین ملی پوشان کشتی در جریان آخرین وضعیت کاروان اعزامی به المپیک قرار گرفت. ورزش مورد علاقتون چیه آقای رئیس جمهور؟ والله ما فقط ورزش میکردیم سالم بمونیم. فوتبال، والیبال، بسکتبال، کوه، استخر. ورزشکاران هم دلشان گرم است به همین روحیه ورزشکاری. روحیه ورزشکاری خودشون دارن. ان‌شاءالله که حضورشون باعث بشه که بچه‌ها دلگرم بشن. و حالا امروز رئیس جمهور منتخب به خانه کشتی آمد تا در آستانه المپیک خدا قوتی بگوید و دلشان را گرم کند. یه قوت قلبی است برای ورزشکارا. الان با انرژی داری میری دیگه؟ انشالله. قطع به یقین حضور آقای رئیس جمهور تاثیر بسیار خوب انگیزشی بر عملکرد کاروان ما خواهد داشت. در ادامه آقای پزشکیان از فدراسیون و محل تمرین ملی پوشان بازدید کرد. رئیس جمهور منتخب بدون تشریفات وارد گود شد. صمیمی و راحت پای صحبت‌های ورزشکارا نشست. رئیس فدراسیون گزارش داد ما از 12 تا سهمیه 11 تاش رو گرفتیم. جزو معدود تیمایی هستیم که کامل سهمیه گرفتیم. اومدیم بگیم خسته نباشید، خدا قوت. ما هم در خدمتتونیم. کاری از دست ما بیاد بتونیم کمکتون کنیم، پشتیبانی کنیم. صادقانه در خدمت شما هستیم. آیدون که ما ان شاءالله دعا کنیم تیم موفق شه. بعد شاءالله ما دعا می‌کنیم پیش شما. ما میایم پیش شما. و نماد فدراسیون کشتی هدیه ملی پوشان به رئیس جمهور منتخب. دست شما درد نکنه، ممنون شمایی. خودتون همچنان ورزش ادامه خواهید داد آقا؟ والا اگه بذارن حتما این کارو میکنیم، ولی فعلا گرفتار جلسات و دید و بازدید شدیم. انشالله که فرصت پیدا کنیم بتونیم ورزش کنیم. وزیر ورزش در بازدید امروز غایب بود به دلیل کسالت. رئیس جمهور منتخبمون دارن با وزیر ورزش و جوانان صحبت میکنن که بستری هستن در بیمارستان. دیگه الان قسمت شد، گفتن میگه هم اومدیم با اینا نهار خوردیم، هم اومدیم عکس گرفتیم، هم خدا قوت گفتیم. انشالله که با سلامت برند و با قدرت برگرد. ما الان سه تا جراح قلب داریم اینجا. میگم اگه لازم باشه بگید اینا رو بگیم براتون ببرند و بدوزم. حالا غیر از خودم ها
و این هم عکس یادگاری اونها با رئیس جمهور منتخب. آرزوی توفیق دارم. آرزوی توفیق. آقا یزدانی گفت آخر صحبت گفت انگیزه رو گرفتی حسن آقا دیگه. ان شاء الله دعا کنم مردم. ما دعا می‌کنیم ان شاء الله. شما دکتر خیلی ممنون. در حین این بازی تا رئیس جمهور منتخب دو تا تذکر داد. یکی بابت درختان مجموعه ورزشی آزادی که برخشون رو به خشکی داشت میرفت. حالا کاملا مشخصه. و تذکر بعدی هم در خصوص مدیریت مصرف برق در این روزهای گرم سال. استفاده نمی کنین چرا سرمایشش روشن یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. موفق باشید. دفتر رئیس جمهور منتخب امروز هم از مقام ها و شخصیت ها میزبانی کرد. مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، وزیر جهاد کشاورزی و نائب رئیس و نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم امروز با حضور در دفتر آقای پزشکیان انتخاب ملت را تبریک گفتند. هر دو ساعت 5 شهید. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین شمار شهدای دو روز گذشته به خان یونس رو 129 تن اعلام کرده و میگه بر اثر جنایت اخیر صهیونیست‌ها 44 فلسطینی مفقود الاثر شدند. همزمان ساکنان اردوگاه البریج هم به علت افزایش گلوله باران مجبور شدند محل را ترک کنند. در یکی از حملات به اردوگاه البریج شماری کودک زخمی شدند. حمله بامدادی صهیونیست‌ها به بیت لاهیا هم دست کم 6 شهید به جا گذاشت. امروز همچنین گروهی از فلسطینیان که در غزه اسیر شده بودند آزاد شدند. اما در ادامه حملات مقاومت هم گردان‌های قسام با کشاندن نظامیان صهیونیست به درون تونلی بمب‌گذاری شده شماری از اونها رو به هلاکت رسوندن. گروه دیگه ای از صهیونیست‌ها هم در درگیری مستقیم با نیروهای مقاومت در رفح کشته یا زخمی شدند. دو نظامی اشغالگر هم در خان یونس به هلاکت رسیدند. سند معاهده بین المللی انتقال محکومان به حبس میان ایران و مالزی امضا شد. با امضای این سند زمینه استرداد زندانیان برای گذراندن بقیه دوران محکومیت در کشورشان فراهم شد. الحمدلله یک مانع بزرگی برای انتقال محکومین ما به تهران برداشته شد تا دوره محکومیت رو در ایران بگذرونند و خانواده ها نگرانی نداشته باشند از بابت زندانی ها. دیدار پوتین اسد در کرملین. رؤسای جمهور روسیه و سوریه دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین گفت تنش‌ها در منطقه رو به گسترش اما افق‌های نویدبخشی وجود داره. بشار اسد هم با اشاره به ثبات 80 ساله در روابط دمشق و مسکو از گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی گفت. بازار میوه شفاف میشه. همه عمده فروشای میوه باید از یه ماه دیگه صورت حساب الکترونیک صادر کنن. اگر ما بخوایم حق اون تولید کننده، حق اون کشاورز و مالیاتمون و کل این زنجیره شفافیت داشته باشه، صدور صورت حساب الکترونیکی هست. این صدور صورت حساب الکترونیکی میتونه تو کل زنجیره شفافیت داشته باشه و میوه همونطور که الان کشاورز ما داره با یک سود کم به صلاح میوه را به دست توزیع کنندگان عمده میرسونه، توزیع کنندگان خرد هم میتونن با اون درصد سودی که 30 تا 35% هست سازمان حمایت و هیئت تثبیت تصمیم گرفتن به دست مردم عزیز برسونن. ما مسئول اجرای این کار رو گذاشتیم اتحادیه مربوطه. انشالله امیدواریم که هر چه زودتر این صدور فاکتور و صورت حساب الکترونیکی را تو دستور کار خودشون بذارن. گفتی یک ماه دیگه درست؟ بله، ما مهلت
مهلت یک ماهه دادیم. گرما رکورد زد، مصرف برق هم پشت بندش. گرمای بی سابقه هوا در کشور باعث شد نصاب مصرف برق از 79 هزار مگاوات عبور کنه. عددی که به گفته مدیر عامل توانیر نسبت به پارسال 9% افزایش داشته و همین باعث شده فشار زیادی به شبکه برق کشور بیاد. هواشناسی پیش بینی کرده چند روز پیش رو گرمترین روزهای سال خواهد بود. روزها مردم هم تعطیلی در بخش‌های مختلف رو به عنوان راه حلی برای مدیریت مصرف برق پیشنهاد می‌کنند. این روزا که هوا خیلی گرمه، هر کسی هم به طریقی داره خودش رو خنک می‌کنه. یکی مثل این آقا با این آب خنک. به به، این هوای گرم چه حالی داد. یکی دیگه هم با هندونه. بفرمایید هندونه خنک. و اون یکی هم با دوش آب. آخه چه خنک شدم. تازه بستنی و آب میوه‌ام دیگه جای خودش رو داره. بخور شربت دلت خنک شه تو این هوای داغ. بازار فروش پنکه و کولر هم داغه. اینجوری خنک. با این هوای گرم هم مردم تلاش دارن هر جور شده صرف جویی کنن. یه کولر آبی فقط. کولر گاز این نشون بدی خاموشه. در مصرف برق باید صرفه جویی بکنیم. این خاموشون پنلش بازه بکنید. آقا مغازتون خیلی تاریکه، چرا برق رو خاموش کردین؟ صرفه جویی. صرفه جویی در برق. در ادامه به سراغ مناظر رفتیم که صحبت از صرفه جویی برق در خونه ها بود. کولر رو دور کن بعد کولر برقام صبح خاموش. ماشین لباسشویی تو ساعت‌های خاصش روشن نمی‌کنم. مثلا می‌بینم میشه گرما رو تحمل کرد، کولر رو خاموش می‌کنم. اما در کنار این صرفه‌جویی برق، مهمترین درخواست مردم تعطیلی ادارات در روزهای پیش رو بود. ادارات رو تعطیل بکنن. بالاخره مصرف برق کم میشه. اما شما ادارات دولتی رو نگاه کن. ماشاءالله وارد میشه انگاری بهشته. کولر و اینا. بله آقا. خیلی هاشون بی رویه کولرهای گازیشون رو کنم، مخصوصا بانک هایی که مثلا بانک خودمون 3 کولر گازی 32,000 داره همیشه روشنه، درم باز. حدی باشه که در موقع اوج مثلا گرم و تعطیل باشه اما خونگی قطع نشه، چون بچه کوچیکی هست به هر حال مریض هست. این چند روز که گرما رو بگذرونیم بهتره که تعطیل بشه. اگر ادارات تعطیل باشه برق مرتب میرسه دیگه، همه مردم رو از زندگی میکنه. قطعا مردم رو از لحاظ سلامت هم حفظ خواهد کرد. مصرف برق ادارات دولتی طی یک روز 48,000 مگاوات ساعت است و برق نهادهای عمومی غیر دولتی هم در همین مدت حدود 24,000 مگاوات. شامل یه نیروگاه بزرگ یا دو تا نیروگاه متوسط داره صرفه جویی میشه. آره این همه برقی که مصرف بشه تو این چند روز گرما اگه تعطیل بشه تقریبا خیلی کمتر میشه و مناطقی که محرومن میتونن بیشتر بهره ببرن. منطقه گرم کشورن، واقعا اونا بتونن از این نعمت بهره ببرن. بنابر پیش بینی هواشناسی، هوای گرم تا اواسط هفته آینده در کل کشور ماندگار است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. ورزشگاه 100,000 نفری آزادی میزبان مهمانی خانوادگی حجاب. این مهمانی عصر امروز با حضور دختران و خانواده هاشون برگزار شد. و داستان تکراری تنهایی یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی و اخبار ادامه دار افتتاح سالن‌های سینمایی به همراه یه حاشیه از یه مراسم بدرقه در مرور هنر و سینما در هفته‌ای که گذشت به 20 و 30 اومده. سلام. کمیسیون فرهنگی سرزمین هیچکس، این تیتریه که رسانه ها به خبر طالب نداشتن فرهنگی ترین کمیسیون مجلس دادن. بعد از اینکه خبر رسیده کمیسیون فرهنگی در 12th دوره مجلس شورای اسلامی همچنان به حد نصاب نرسیده و این نموداری است که بررسی کرده هواخواهان کمیسیون فرهنگی در هر دوره مجلس چگونه یک روند نزولی داشتند. اینقدر نماینده های مجلس بی رغبت بودن به کمیسیون فرهنگی که آخر سر
با یه اتفاقات دیگری داره پر میشه کمیسیون فرهنگی، و قرار کمیسیون فرهنگی که مهمترین جای تصمیم سازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ است توسط کسانی اداره بشه که بعضیشون اصلا رقبتی به کمیسیون فرهنگی نداشتن. این خیلی خبر بدیه. در سایر دوره‌های گذشته هم که بعضن کمیسیون حد نصاب رسیده تشکیل شده، ما خروجی های معناداری حتی در قیاس با سایر کمیسیون تخصصی مجلس هم از کمیسیون فرهنگی نمیبینیم، به همین دلیل که افرادی که در کمیسیون حضور پیدا کردن بعضا افرادی بودن که انتخاب اولشون حضور در کمیسیون دیگری بودن و به هر دلیلی چون امکان حضور در اون کمیسیون رو پیدا نکردن به ناچار راهی کمیسیون فرهنگی شدن. افتتاح سالن‌های سینما در روزهای پایانی دولت 13 همچنان در دستور کاره. تا حرفی که زده شده روی زمین نمونه. در اصفهان سالن افتتاح خواهد شد، در شیراز افتتاح خواهد شد. در مشهد داره سالن‌های آماده میشه، در هرمزگان داره آماده میشه، در عراق سالن‌های آماده خواهد شد. جدیدترین خبر هم افتتاح 5 سالن سینما در 4 شهرستان سیستان و بلوچستانه. پیکر سعید راد بر دوش اهالی سینما تشییع شد. فردی عاشق وطن، عاشق هموطنان خودش و به شدت جدی در کار حرفه‌ای که انجام میداد. ستاره خاموش شدنی نیست. و علی قسم تا پای جان مدافع انقلابم. اجالتا ارتش منم. سربازانی مثل من تو پادگان‌ها کم نیستن. این صلوات ها بدرقه میکنه. از حاشیه های مراسم بدرقه این هنرمند که در ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار شد، گلایه بعضی همکاران این هنرمند از بعضی دیگرشون بود. ستارگان سینمای ایران روشنگر راه آینده جوانهای این مملکت در سینما هستند. من تعجب میکنم که چرا چهره های جوانتر رو متاسفانه در این مراسم نمیبینم. امیدوارم که بچه‌ها بیشتر هم بستگی داشته باشن، بیشتر در کنار هم دیگه باشن. حال و هوای محرم در فرهنگ و هنر هنوز رنگ و بوی خودش رو داره. افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی استاد پیشکسوت علی بحرینی در روزهای گذشته یکی از خبرهاست. من همیشه دوست داشتم که برای اهل بیت کار بکنم. از 5 پیش این کار استارت خورد و امروز الحمدلله میتونستیم نمایشگاهشو برگزار بکنیم. یک نمایشگاه عاشورایی با حضور مهمانان ویژه که تصنیف‌هایشان را مثل راز بازگو کردند. به قول عمان، کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز اعلام ستاد دیه محسن چاوشی به سنت هر سال، امسال هم در روز عاشورا به آزادی 110 زندانی جرائم غیر عمد یاری رسونده. وقتی با یک فراخوان مبلغی معادل 1,665,000,000 تومان جمع‌آوری و به ستاد دیه کمک کرد. از کپاسیتی معاون اقتصادی وزارت خارجه تا بلکلیست سرپرست ریاست جمهوری در زبان معیار امشب. معاون اقتصادی وزیر خارجه این بار هم با کپاسیتی بالا به استقبال واژه‌های فرنگی رفت. ما با این کپاسیتی که داریم به حدی که ساختار زبان فارسی رو داشت عوض می‌کرد. چند بار چارت عوض شده. آقای معاون واژه‌های فرنگی رو پشت هم و سریع می‌گفت. سریع میگم، ما هاب انرژی رو 5 آلترناتیو داریم. اما یه فاکتوری رو در نظر داشتیم. هدف چه ایرادی داره که به جاش تارگت میگیم؟ ما که متوجه نشدیم تارگت آقای معاون رو از گفتن این همه واژه فرنگی. تارگتمون اینه که امسال در بافتای فرنگی ایشون معاون وزیر راه عرصه رکورد شکنی یا به قول آقای فارسی را پاس بداریم نصاب‌های جدید. اما یکی دو ثانیه بعد رکورد شکنی‌های
میخواییم تعداد واژه‌های فرنگی فقط در یکی دو عبارت رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار رو وارسی یا به قول خودش چک کنیم. چیش رو میخوایی چک کنی؟ قد و اندازهش رو میخوایی چک کنی؟ دور کمرش رو میخوایی چک کنی؟ سوادش رو میخوایی چک کنی؟ سوادش رو میخوایی چک کنی؟ مدرک؟ میخوای توانایش رو چک کنی؟ انواع اقسام تست ها هست که بیرون انجام میشه. طرف بره تست رو بده یا پاس میکنه یا پاس نمیکنه. پاس نکرد مجوز نمیگیره، پاس کرد مجوز میگیره. رئیس شورای شهر تهران هم بعد از سوبسیدی که شما میدید که مدت هاست به جاش یارانه میگن، به هر حال لوکس رو اصلاح کرد. به اصطلاح گران قیمت، حالا من لوکس نمیخوام بگم. حالا توی همین تئوری‌های اقتصادی، تئوری سرپرست ریاست جمهوری همان و بلک لیست گزارش زبان معیار همان. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. شبتون بخیر، در پناه خدا باشید.